سلام علیکم بینندگان عزیز، هموطنان گرامی. این حال من در نزد پراکراتوری ناحیه رشت در شهرک غرم قرار دارم. من دیروز با گمانبر قتل برادرم علیرضا خدایاروف 21 ساله روبرو ایستاده گپ زدم و سوال ها کردم به او و پاسخ گرفتم. در نتیجه سوال و جواب از زبان گمانبر شده ظفرجان نصرالدین چنین خلاصه برآوردم که قضیه کشتار علیرضا خدایاروف از قبل طرح ریزی شده در با مصلحت پیشکی و دست جمعانه صورت گرفته است، یعنی که 4-5 نفر این کار را کردگی هستند. بسیاری چیزها را وی نفر یعنی ظفرجان نصرالدین در بسیاری سوال ها پاسخ های گفت که طبق پاسخ های گفته همان نفر می شود که الان آنها را مقامات پراکراتور و عموما مقامات دخلدار به حبس پیشکی گیرند و پرونده را جدی بینند، زیرا طوری که از گفته های گمانبر شده برمی آید در این قضیه حمیدوف رجب علی منصوروویچ پسرامک ظفرجان و اینچنین علیشیر نصرالدین برادر کلانی ظفرجان و سمندر حمیدوف و اینچنین سینای اسکندر شرکت داشتند و شاهدان هم هستند که وقتی که علیرضا از بالا می آمد اینها در همون راه ایستاده بودند 4-5 نفر و اینچنین دیگر فکت هایی هستند که برای خلل وارد نکردن به تفتیشات من نمیتونم اونها رو اینجا گپ زنم. به همین خاطر من به خلاصه آمدم که به راهبر دولت همان محترم امام علی رحمان یک مراجعت کنم و از ایشان درخواست نمایم که این قضیه را تحت نظارت خود بگیرند و اینچنین به رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی مراجعت میکنم و به رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان اینچنین مراجعت میکنم و اینچنین مراجعت خود را میکنم به رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و پراکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان و به وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و به عموما همه مقامات های دخلدار و شورای امنیت جمهوری تاجیکستان تا اینکه این قضیه برادر من علیرضا خدایاروف را تحت کنترل بگیرند و این چیز را عمیق و دقیق هست که ظفرجان نصرالدین در برابر برادر من چونین با یک بی‌رحمی مخصوص اون را به قتل رسانیده نمیتونست و این از گفته های خود گمانبر شده هم معلوم شد که کی چیکار کرده است، کی چی یاردن داده است. این تا جایی که من همچون یک جبر دیده هستم و در روپرو ششتم گپ زدم، در وقت گپ زدن در وقت مصاحبه من با او در وقت سوال و جواب چندین گپ ها و چندین چیزهایی را دریافتم که آنها هم گناهگاران مستقیمن و این کار از پیش طرح‌ریزی شده است و همین گونه یک روز پیش از حادثه یا دو روز پیش از حادثه پدری ظفرجان نصرالدین یعنی نصرالدین حسینوف و پدری علیرضا زنگ میزند و میگوید که ما پسریت را به قتل میرسونیم، همین گونه تهدید ها میکنند اینچنین. و حسینوف سیجلال حمیدویچ برادر کلانی حسین و نصرالدین تهدید کرده بود است نسبت برادر ما خدایاروف علیرضا و حمیدوف رجب علی در وقت بازی والیبال وقتی که بازی میکنند در صحنه مکتب در دهمون با علیرضا برخورد میکند همونجا و کورد میکشد، همین کوردی که امروز بر دل علیرضا خورده است همین کورد رو میبرورد و میگوید که نپدینی میکند به سری وی حمله میکند و وای ها رو جدا میکنن از یک دیگر بچه های دیه
و قسم یاد میکند به زنش سیزن طلاق میفرتی من تو رو هر وقت بکشم میکشم. همین گونه از بین تخمینا 6 ماه گذشت از جنجال پیشینهشون. روز 12 ساعت های تخمینا 6 تا 7 بیگه علی رضا را با یک بیرحمی مخصوص در دلش به کار زده کشتند و این 5 نفر رو آدم ها دیدگی هستند که چخیل آنها در اوجه می ایستادند چی کدام وقت بود همه شما اونجا هستند حاضر آوردند و را محکم کردند در یک سودکه یک آدمش به کلا گرفتگی طبقی مسئلیت پیشکیشان و می خواهند که با همین جنایت رو روپوش کنند جنایت های آنها رو و همین یک نفر به جوابگاری جنایی کشیده شود. این هم با ماده 104 قسم 1. من از شما احترامانه خواهش میکنم، ما جبر دیده هستیم، ما این کودک را از 68 روزگیش که مادرش او را پرتافته رفت، مادر پیری من این کودک را با روز سیاه به حال هزار کلان کرد تا 5 سالگی. از 5 سالگی شخصا خودی من او را به وای رساندم، در آیله من زندگی میکرد. او تمام هستی ما بود، دانشجو بود، ما با کادر تیار کرده معلم. من میخواستم اصلا به روسیه رود ولی پدری من که معلم بود گفت پسرم همه شما در روسیه میری کار میکنید، در همین وطن کادرها نمیرسند. همین بچه را موندم یه خانه در همین دانشکده آموزگاری رشت و آمدم یه معلم شود. این عاقبت کار ما همین شد و برادر ما را از بین بردن. ما از شما احترامانه خواهش میکنیم که همین چیز را زیر نظارت خود بگیرید و وادار نمایید که آنها را قبیله به جوابگاری جنایی کشند. باز هم التماس میکنم خدا یار و مددگار شما باشد.